سلام، تو این ویدیو میخوام در مورد یه ساز قدیمی مردم یونان باهاتون صحبت بکنم. اسم این ساز هست آولوس. آولوس از دست سازهای بادی چوبیه، دو تا نی داره، قیافه و صدا شبیه به دودوک هست. دودوک یک ساز قدیمی ارمنی هست، یک ساز خیلی خاصیه، صداشو قطعا شنیدید. یک ویدیوی آماده میکنم مخصوص همین ساز و مطمئنم که خوشتون میاد. بریم سراغ ساز آولوس. ساز آولوس از دو تا نی تشکیل شده که توسط یک نوازنده اجرا میشه، یه نی کوچیکتره، یه نی بزرگتره. نی بزرگ وظیفه ملودی زدن رو داره، نی کوچیکه وظیفه ایجاد هارمونی رو داره، یک پدی رو ایجاد میکنه، یک نوت ممتدی رو تولید میکنه با اون سوراخ‌هایی که مثل ساز دودوک، مثل بقیه سازها از دست سازهای بادی چوبی روی خود ساز هست، نوت‌های پیوسته رو میتونن تغییر بدن. حالا دو تا حالت نوازندگی داره، یا اینکه نفس مدام پرو خالی میشه، یا اینکه تیکه تیکه اجرا میشه. این بسته به اون قطعه است و بسته به اون آهنگساز یا اون نوازندگی داره که میخواد اون قطعه رو اجرا بکنه. رنگ صدایی بسیار جالبی داره برای اونایی که موسیقی فیلم کار میکنن، برای اونایی که دوست دارن یک ساز رو استفاده بکنن با ریور و بالا و حس و حال خوبی رو میتونه به تصویر بده. هرچند که نسبت به موسیقی هایی که دههای اخیر حالا بیشتر آدم ها گوش میدن متفاوت تر هست صداش، هرچند که در آخر ویدیو هم نوازندگیش رو میبینیم و میشنویم، بهتر باش آشنا میشید. اما مشابه این ساز رو ما توی ایران هم داریم. دو مدل هست، یک مدل بهش میگن جفتی، توی جنوب ایران بندرعباس اجرا میشه، با این تفاوت که دو تا نیه ولی هر دو تا نی اندازه همدیگه هستن و موقعی که نوازنده میخواد شروع بکنه به ملودی زدن، شروع کنه به نواختن، انگشتاش رو به صورت همزمان روی هر دو تا نی میذاره و ور میداره. یک مدل دیگه هم داریم، همین جفتی هست، منتها به اون کیسه وصله، بهش میگن نی انبان، که خب اون ساز خیلی معروفتر هست نسبت به ساز جفتی. اسامی سازهایی که توی ویدیوها میارم رو سعی میکنم توی ویدیوهای دیگه مخصوص به خودش معرفی بکنم کامل، نحوه نوازندگیشون، نحوه ساختشون و قدمتشون رو. بریم با هم دیگه نوازندگی ساز آولوس رو ببینیم و بشنویم.